أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين مولى الموحدين يعسوب الدين، وجعلنا وإياكم ممن يقتص بأثره. علي، علي خيلي مهم، علي نشتق من العلي. در دعای افتتاح میخونیم اللهم انا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا، مثلا شکایت میکنیم خدایا پیغمبر از دست دادیم، امام ما غائب شد، چقدر مهمه که ما شکایت میکنیم. نشکو الیک فقد نبینا، که وقتی پیغمبر رفت امام ما غائب شد. فکر نکنید منظور امام زمان فقط، امام غائب شد یعنی امام مظلوم واقع شد، خانه‌نشین شد و بئر معطله. جالبه، بئر معطله در روایات داریم چاهی که ازش استفاده نشه. میگه سلونی قبل ان تفقدونی، من راههای آسمان بلدم، ازم بپرسید راهاش میکنم. خیلی مظلوم علی، واقعا امشب باید برای مظلومیت علی گریست، بس عشق جاری کرد. انسان وقتی فکر مظلومیت علی میفته اصلا متحیر میمونه. اون قضیه رو حتما شنیدید، یه نفر داشت درد دل میکرد و خدایا بیچاره شدم، بدبخت شدم، مظلومم. بعد علی دید اونو، گفت چی شده؟ خیر انشالله. گفت مثلا اموالم بردن از بین، بیچارم کردن. علی جان من شاهد دارم، چهار شاهد دارم، حق مال منه. میگه علی علیه السلام بهش گفت بیا بشین پیش من. حالا من اینجوری میگم، شما چند تا شاهد داری؟ گفت چهار تا. من 124,000 بعد از انبیا شاهد دارم در غدیر خم. پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، حقا بهم ندادن. مرد حسابی چه ناراحتی، حق ها ظاهر میشه. واقعا تو دعای ندبه که میگیم فقتل من قتل و سبی من سبی، چرا احقادم می قصه علی مطرح میکنه، بدریتن و خیبریتن و حنینی، همه این کینه ها جمع شد در یک شخص خبیث ابن ملجم. آخه این چه کاری بود شما کردید؟ علی رو نشناختی؟ نشناختی علی؟ کسی علی رو به شهادت میرسونه به این شکل؟ اونم با اون شخصیتی که شما خودتون انتخابش کردید، کسی نبود که خودش بیاد تو صحنه، شما انتخابش کردید. ولی خب نقش خیلی زیرکانه بود. اون شب قصدشون این بود که فقط علی رو به شهادت برسونن. عزیزان خب خیلی ناراحتیم ما، مصیبت خیلی بزرگه، اونقدر عظمت داره این مصیبت که جبرئیل فریاد میزنه تهدمت والله ارکان الهدى قتل ابن عم المصطفى، اصلا فریاد میزنه ها، تمام کوفه منقلب میشه، مصیبت خیلی زیاده. اما این نکته رو فراموش نکنید، علی کسی است که در محراب شهید شد، در کعبه به دنیا آمد، در محراب شهید شد. این خیلی مهمه برای ما. خدا رو شکر شیعه علی هستی. شیعه علی؟ پس به شما میگن امامت کیه؟ علی. خیلی مهمه علی، خیلی مهمه. خدا رو شکر کن که شما شیعه علی هستی. و امشب که شب قدره شکر خدا کن که خداوند به قول اون شاعر میگه لا عذب الله امی از شربت حب الوصی، خداوند شما را از یک مادر علوی، از یک پدر علوی به این دنیا آورد. قدر بدون، مواظب باش ها، کونو لنا زینا. اینجور نباشه که فقط بگی علی علی، نه نه، عملا باید شما خط علی پیگیری کنی، قدم هاتو دقیق جای پای علی بذاری، تا انشاءالله خداوند تو اون عالم هم شما رو با امیر المؤمنین محشور کنه. ببینید یه نکته بگم عزیزان و بحثمو جمع کنم. شما که شیعه علی، ببین تو میگی شیعه علی، تو میگی شیعه فاطمه، کاری بهت ندارن.
بگو شیعه حسن کاری بهت ندارن. تو بگی شیعه علی؟ شیعه علی. خب این افتخار برای ماست. ما میگیم نه، ما میگیم شیعه علی هستیم و افتخار میکنیم و مقاومت میکنیم تا انشاءالله فرزند علی ظهور کنه و منطق علی، فرهنگ علی رو پیاده کنه. خدا انشاءالله توفیق بده که بتونیم چین شبی در محراب کوفه باشیم. یادم هست زمانی که در نجف بودیم در محراب کوفه میرفتیم، مثل امشب اونجا علما جمع میشدن و یک روزه میخوندن و تو محراب ها اون زمان باز بود، اونجا که نوشته فست و ربل کعبه، بعد میرفتیم به طرف حرم امام حسین سلام الله علیه و سلام میدادیم. شب شب زیارتی سید شهداست. خداوند انشاءالله توفیق بده باز چنین شبی در کربلا باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.